حسن روحانی در چهارمین روز اقامت خود در نیویورک به عنوان رئیس دوره کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در نشست خلع سلاح هسته‌ای سخنرانی کرد. روحانی در این نشست گفت بی تردیق اقدامات انجام شده برای خارج ساختن سلاحهای هستی از حالت آماده باش و پرتاب یا کاهش تعداد این گونه سلاحها نباید جایگزین امهای کامل آنها قلمداد شود رئیس دولت یازدهم هر گونه استفاده از سلاح هسته ای را نقض منشور ملل متحد و جنایت علیه بشریت خواند و راهبردهای نظامی و امنیتی که چنین کاربردهایی را توجیه می کنند غیر قابل پذیرش عنوان کرد روحانی خواهان پایان یافتن تهدید کشورهای غیر هسته ای به استفاده از سلاح هسته ای شد و از طرف جنبش غیر متعهدها از همه کشورهای هسته‌ای خواست پروتکل‌های الحاقی به تمام معاهدات مربوط به ایجاد مناطق عاری از سلاح اتمی را امضا کنند. رئیس جمهور ایران در ادامه با ابراز تأسف از ناکام ماندن حدود 14 تلاش بین‌المللی برای ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه، اتخاذ گام‌های عملی عاجل برای ایجاد چنین منطقه‌ای را ضروری اعلام کرد. روحانی در ادامه افزود اسرائیل به عنوان تنها غیر عضو پیمان عدم اشاعه هسته‌ای در این منطقه باید بدون هیچ گونه تأخیری به این معاهده بپیوندد تا همه فعالیت‌های هسته‌ای در منطقه تحت های جامعه آژانس المللی انرژی اتمی قرار گیرد. جامعه بین الملل... درخواست روحانی از اسرائیل در حالی مطرح می شود که جمهوری اسلامی موجودیت این کشور را به رسمیت نمی شناسد. از سوی دیگر ایران از سوی غرب متهم می شود که به تعهدات خود در این پیمان پایبند نیست و برنامه های اعلام نشده ای برای دستیابی به بمب اتمی دارد. تعیین روز 26 سپتامبر هر سال به عنوان روز بین المللی امهای کامل سلاح های ای و برگزاری یک کنفرانس بین المللی در سطح مقامات عالی رتبه در پنج سال آینده به منظور ارزیابی پیشرفت های حاصله در خصوص خل اصلاح هسته‌ای از دیگر پیشنهادهایی بود که روحانی در مقر سازمان ملل مطرح کرد. پیمان عدم اشعای یا پیمان منع گسترش سلاح های هسته NPT که نخستین بار در سال 1968 میلادی برابر با 1347 خورشیدی میان چند کشور به امضا رسید کشورهای جهان را از نظر در اختیار داشتن یا نداشتن سلاح اتمی تفکیک کرده است. مطابق تعریفهای این پیمان، دارندگان رسمی سلاح اتمی پنج عضو دائم شورای امنیت چین، روسیه، آمریکا، بریتانیا و فرانسه هستند. این پیمان تا کنون توسط 188 کشور امضا شده است. هند، پاکستان و اسرائیل دارندگان غیر رسمی سلاح اتمی محسوب می شوند و هنوز به NPT نپیوستند. کره شمالی که این پیمان را امضا کرده بود نیز با آزمایش های اتمی خود عملا از آن خارج شده است.